معرف اکولارنن امروز ما امتحان ورودی مکاتب معرف افغان ترک را در 28 مرکز امتحان که در سرتاسر افغانستان شامل ولایاتی است که مکاتب معرف افغان ترک وجود دارد برگزار میکنیم. همان طور که شما در جریان هستید، برای شمولیت به مکاتب معرف افغان ترک امتحان ورودی تحت نام مگیز گرفته می شود که برای سال تعلیمی جدید بیش از 2500 دانش آموز در 28 مرکز امتحان در سرتاسر افغانستان ثبت نام کردند. قسمی که میدانید بورسیه های 100%، 75%، 50% و 25% برای دانش آموزانی که کامیاب می شوند در نظر گرفته شده است. امسال توانایی جذب 550 دانش آموز صنفای 7 را داریم که از این میان 86 دانش آموزان برنده بورسیه 100% خواهند بود. در همه مراکز تعلیمی یا نهادهای تعلیمی معرف افغان ترک در افغانستان تقریبا 6800 دانش آموز موجود است که 4300 دانش آموز از این تخفیف های بنیاد معرف ترکیه در حال بهره برداری هستند. تنها نهاد رسمی تعلیمی ترکیه در کشورهای دیگر بنیاد معارف ترکیه و مکاتب معارف افغان ترک می باشد. امکاناتی را که مکتب افغان ترک داره، اما باعث از این شده که ما جلب توجه کنیم و اطفال خود را بیاریم که در این امتحان شرکت کنند. البته از مزایای این مکتب هی است که یک مکتب بین المللی است. آینده اطفال ما اگر انشاءالله کامیاب شوند تضمین است، میتونند آینده در جزو برترین ها باشند در افغانستان و همونطور راه پیدا کنند به پانتونایی که در سطح دنیا هست. مکتب عالی است، بلند رتبه است و در اینجا با امکانات زیاد میتونیم درس بخونیم و تشکر از بنیاد معارف ترکیه. نن رغله من ته گډون میو که از مینه ډیر په سماتو غمندې پایتور رسید لو ډیر خوشاله یم ان شاء الله چې د ازمینه کې به زه کامیاب کیږم. کوم سیستم او کوم نصاب چې مثلا افغان ترک لري نو هغه په نورو هیوا زمونږ خپله داخلي ملک کې په هغه اندازه او په هغه سویه باندې نه دي چې دی وکوی شي دی خپل استعدادونه وړاندې کړي یا مخکې لاړ شي. امروز آمدیم که در مکتب لیسه عالی خصوصي افغان ترک امتحان بتم تا به درسهای خود ادامه بتم. همه آرزو دارن اولادشان به یک سطح عالی و یک تدریس فوق‌العاده داشته باشن تا به بورسیه های خوب یا به پانتونایی که دلخواهشان از آینده درخشان داشته باشند از ابتدا سعی تلاش کوشش خدا میکنند که زمین جا قدم بردارند. ما از دولت ترکیه و بنیاد معارف ترکیه بسیار تشکری میکنیم که زمینه بسیار خوبه برای رشد اطفال ما میسر ساختند، خاصا از دولت ترکیه که در شرایط بسیار حساس در کنار ما هستند.